وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده، حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا منو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشون رو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این لیست اینا هستن، گفت اون نیم، گفتم اون نیمد، همونجا تلفن رو گرفت، گفت بهش میگید پاشو بیا. یعنی اینجوری نی، من نمیخوام جز، من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا، شما بپذیرید از ما همه این عزیزان رو. خانم صادق مالجوردی رو اصلا خود آقا گفتن که باشه، آخه چرا دارید من رو وادار میکنید یه چیزایی که نباید بگم بگم؟ همه این عزیزان با هماهنگی با به اصطلاح تفاهم اومدن اینجا، خیلی از آدمایی که یه ذره شک توش بود ما بدون این که بگیم نیاوردیم تو لیستا. کی رو بگم؟ تأکید پیوسته مسعود پزشکیان بر اینکه انتخاب اعضای کابینه‌اش تحت نظر و تایید علی خامنه‌ای انجام شده، به رأی اعتماد دادن نمایندگان مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی او منجر شد و نمایندگان مجلس 12 در روز چهارشنبه 31 مرداد به همه 19 وزیر پیشنهادی رئیس دولت 14 رأی اعتماد دادند. قبل از آغاز فرایند رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دولت، مسعود پزشکیان طی سخنانی از کابینه انتخابیش دفاع کرد و مدعی شد که به وعده‌اش در تشکیل دولت موسوم به وفاق ملی عمل کرده است. او در این حال اعتراف کرد که وزرایش را با تایید و نظر علی خامنه‌ای معرفی کرده و از ولایت کوتاه نخواهد آمد و با تمام وجود به رهبری اعتقاد دارد. رئیس دولت 14 اذعان کرد کابینه انتخابیش با ایدئال فاصله دارد، اما وقتی دید که توافق وجود ندارد برای وحدت کوتاه آمد. او در توجیه این اقدام مدعی شد که کوتاه آمدن برای تفاهم مهمتر از رسیدن به ایدئال است. پزشکیان در بخشی از سخنانش به احتمال رأی نیاوردن محمد رضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت اشاره کرد و از نمایندگان خواست به انتخاب او اعتماد کنند. او ضمن اشاره به حمایت وزرای بهداشت قبلی از ظفرقندی گفت از هیچی سر در نیاورم، از بهداشت و درمان سر در می آورم. او ضمن رد ادعای تقابل ظفرقندی با علی خامنه‌ای به نمایندگان مجلس اطمینان داد با کسانی که مقابل رهبر جمهوری اسلامی موضع گیری کردند کنار نخواهد آمد. پزشکیان در ادامه دلیل این را که سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد در مجلس هیچ مخالفی ندارد نیز افشا کرد و گفت که او این مسئولیت را قبول نمی کرد، ولی پس از تماس و دستور خامنه‌ای پذیرفت که به دولت بیاید. او همچنین گفت که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بوده و وزرای امور خارجه، اطلاعات، علوم و دفاع نیز بدون هماهنگی انتخاب نشدند و از پایین و بالا با کسانی که باید از جمله سازمان‌های امنیتی درباره آنها هماهنگ شده است. پزشکیان درباره وزیر پیشنهادی امور خارجه اضافه کرد آقای عراقچی از اولین کسانی بودند که آقا تایید کرد. وابستگان و مقام‌های جمهوری اسلامی برای علی خامنه‌ای از لقب آقا استفاده می‌کنند. رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی تعامل با مجلس و نمایندگان را وعده داد و خطاب به آنها گفت با مشورت شما کارشناسان و متخصصان برای اجرای قانون تلاش خواهم کرد. او از احمد میدری، عبدالناصر همتی و رضا صالحی امیری دیگر وزرای پیشنهادی هم نام برد و از نمایندگان خواست به آنها رأی اعتماد بدهند. پزشکیان که ترکیب کابینه‌اش متشکل از نمایندگان گروه‌ها و افراد سهم‌خواه در جمهوری اسلامی است، از نمایندگان درخواست کرد اجازه دهند سلایق مختلف بتوانند در یک چشم‌انداز و چارچوب با یکدیگر کار کنند.
رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش راهکار بیرون آمدن از بحران‌ها را همکاری مجلس و دولت دانست و گفت اگر شما جدا و ما جدا کار خودمان را بکنیم بعید می‌دانم بتوانیم از این بحران‌ها بیرون بیاییم. پس از اظهارات کم سابقه مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها در فضای مجازی فارسی زبان به راه افتاد. با آنکه پس از این سخنان نمایندگان به همه وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان رأی دادند، اما شماری از کاربران فضای مجازی نوشتند در تاریخ جمهوری اسلامی هیچگاه جمهوریت تا این اندازه ضربه نخورده بود و هیچ رئیس جمهوری تا این اندازه به صراحت نشان نداده بود که نقشه تدارکاتی رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته است. پزشکیان البته پیش از این نیز آشکارا گفته بود که فهرست کابینه اش را با علی خامنه ای هماهنگ خواهد کرد، اما روز چهارشنبه اگرچه بارها از نمایندگان خواست کاری نکنند که او وارد ریز قضایا شود، اما جزئیاتی درباره چگونگی هماهنگی کابینه اش با رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت. پزشکیان در مجلس نه تنها از هماهنگی کابینه با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، بلکه در مورد برخی وزرا نیز افزود: خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف، بدون هماهنگی این کار را نکرده ایم، چه با کمیته ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می کردیم. در شبکه های اجتماعی این اظهارات به این صورت تعبیر شده که علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، موافقت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با فهرست کابینه نیز کسب شده است. شماری از چهره‌های اصولگرای مخالف پزشکیان و برنامه‌های او چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، از هزینه کردن رئیس جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند. با این حال علی مطهری نماینده پیشین مجلس این انتقاد را رد کرده و گفته است اینطور نیست که آقای پزشکیان از رهبری هزینه کرده باشد، بلکه شفاف سازی کرد و واقعیت را گفت. حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای در مؤسسه کیهان که پیش از این از نمایندگان خواسته بود از دادن رأی اعتماد به برخی وزیران خودداری کنند، یک روز پس از تایید کل فهرست پزشکیان در یادداشتی سخنان مسعود پزشکیان را درباره انتخاب وزرا در هماهنگی با خامنه ای ادعای غیر واقعی خواند که با استقبال گسترده دشمنان قسم خورده نظام روبرو شد. او از پزشکیان خواست این سخنان را تصحیح کند. شریعت مداری در این یادداشت که روز پنج شنبه اول شهریور منتشر شد، نوشت که این سخنان بلافاصله به دستاویز و بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد تا با استناد به آن مردم سالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رئیس جمهوری را در جمهوری اسلامی به زیر بکشند. شریعت مداری در کیهان نوشت که پزشکیان در این سخنان دچار خطا در برداشت یا اشتباه در بیان شده است. شریعت مداری با اشاره به این سخنرانی در پایان یادداشت خود خطاب به پزشکیان نوشت انتظار آن است که اظهارات خود را تصحیح کنید، راه را بر سوء استفاده دشمنان سد کنید و آنها را مانند همیشه ناکام بگذارید. این درخواست از آن رو مطرح شده که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال سخنان پزشکیان بار دیگر موضوع مرگ جمهوریت در ایران را مطرح کردند و نوشتند دیروز بر پیکر بیرمق دموکراسی و نظام پارلمانی در ایران زخم دیگری وارد شد. در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی صادقانه یا برای تمجید از رهبر جمهوری اسلامی از تایید کل کابینه پزشکیان با عنوان آغاز فصل نوین در حیات سیاسی ایران نام می‌برند، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از دولت 14 به عنوان انتصابی ترین کابینه نام بردند. حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی پیشین حسن روحانی، خطاب به پزشکیان نوشته که در زبان انگلیسی اصطلاح زیبایی وجود دارد، بدین معنا که یک نبرد را بردید اما جنگ را باختید. تبریک میگویم، شما در نبرد با مجلس برنده شدید، ولی جنگ 100 ساله برای مشروطیت و جمهوریت را واگذار کردید. شمار دیگری از جمله برخی روزنامه‌نگاران نوشتند
پس از سخنان پزشکیان، حالا می توان گفت که شورای راهبردی که به ریاست محمد جواد ظریف برای تشکیل کابینه تشکیل شده بود و مدت‌ها درباره عملکرد آن تبلیغ می شد اهمیتی نداشت و بازیگر اصلی رهبر جمهوری اسلامی بود. برخی از چهره‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی نیز به تعریف و تمجید از کیاست و سیاست خامنه‌ای پرداختند و استفاده درست او از جریان اصلاح طلبی به عنوان یک نیروی داخل حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود، به صورتی که طرف مقابل هم از رضایت نسبی برخوردار باشد، نوشتند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار هم با اشاره به حرف‌های پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: آقا قبول کردن، شما کی هستید؟ رأی بدید بریم پی کارمون؟ به ادامه داد: رأی یک پارچه مجلس به وزرای دولت پزشکیان نشان داد لولوها هیچ نبودند و ترس از آنها یک جنگ روانی گوبلزی بود. تازه برای اولین بار حاکمیت یک دست شد، آن هم با مشارکت اصلاح طلبان. برخی کاربران نیز نوشتند حکومت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی هم یک دست بود، اما این اولین یک دستی با حضور نمادین یا حقیقی اصلاح طلبان است. موضوع دیگری که پیرامون اظهارات پزشکیان در مجلس در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، عنوان دهنلقی رئیس جمهور را گرفته که برخی کاربران از جمله حسین دهباشی مستندساز آن را برای حامیان و مذاکره کنندگان با او خطرناک توصیف کرده. دهباشی نوشته فرمودند که همه وزرای جناب پزشکیان با تصمیم رهبری انتخاب شدند و حتی در مورد واخ قبل از عنوان پیشنهادات آقای عراقچی توصیه شد. از همه که بیشتر نداریم. منطقاً جناب جلیلی نیز قطعاً نمیتوانست بیش از وی مطیع و با وزرای انتصابی تر باشد. میتوانست؟ وی در توییتی دیگر نوشت: از باب نیمه پر لیوان این که رئیس جمهوری جدیدمون حسابی دهن لقه. یه نمه بی اعصاب بشه همه پشت پرده های محرمانه و حیثیت حامیانش رو میریزه روی داریه. اما حسام الدین آشنا از چهره های امنیتی پیشین نوشته که شاید دهنش لق نیست، اما چپش پر است. حسام الدین آشنا در شبکه ایکس نوشت: اگر کسی مطلبی را به نقل از دیگری اعلام کند، احتمالاً یا رسماً تایید می شود یا درباره آن سکوت می شود. در این صورت یا از پیش هماهنگ شده است یا تخلف بزرگی رخ نداده و فعلاً تحمل می شود یا تذکر غیر علنی ارسال می شود تا دیگر تکرار نشود یا مسیری بسته می شود. به همه این عزیزانی که هست اینجا با تمام وجود رأی بدید. همین آقای دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردن. اصلا قبل از اینکه اسم وزرا رو بگیم ایشون رو آقا قبول کردن، گفتن خوبه. یعنی چیزایی که ما داریم میگیم دیگه منو وادار نکنید برم تو جزئیات قضیه. رأی بدید ما بریم دولت رو تشکیل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. عصر چهارشنبه 31 مرداد در پایان سومی ماه سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه امنیتی ادعا کرد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با تکمیل بررسی‌های دقیق اطمینان حاصل کردند که علت سقوط هلیکوپتر حادثه بوده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در ادامه این گزارش به نقل از این منبع مدعی شد که در هلیکوپتر دو نفر بیشتر از ظرفیت ذکر شده در پروتکل‌های امنیتی سوار شده بودند و هلیکوپتر پس از مشاهده توده مه به دلیل بالا بودن وزن برای قرار گرفتن در ارتفاع مناسب قدرت کشش کافی نداشت. طبق ادعای این منبع امنیتی، سازمان هواشناسی یک شب قبل شرایط را به تیم پروازی اعلام کرده بود و هلیکوپتر حامل رئیسی نیز باید قبل از ساعت 13 پرواز می‌کرد، اما با وجود وضعیت نامطلوب هوا، پرواز به دلیل دیدارهای رئیسی به تأخیر افتاد.
این منبع امنیتی تأخیر در پرواز و سنگینی هلیکوپتر حامل رئیسی را دو عامل اصلی سقوط دانست و مدعی شد زمانی که خلبان توده مهر را مشاهده کرد و خواست هلیکوپتر را در ارتفاع پروازی مناسب تنظیم کند، قدرت هلیکوپتر کشش کافی برای این اقدام نداشت و در محدودیت دید حاصل از به برخورد با کوه حادث شد. او با طرح این ادعا که هلیکوپتر حامل رئیسی و همراهانش بر اساس تدابیر امنیتی از پیش تعیین شده ردیاب یا همان جی پی اس نداشت، احتمال وجود عوامل شیمیایی و آسیبزا در هلیکوپتر را رد کرد و گفت که پس از این حادثه حدود 30,000 نفر آنالیز امنیتی و اطلاعاتی شدند ولی هیچ عامل انسانی مشکوکی شناسایی نشد. ادعای سنگینی وزن هلیکوپتر حامل رئیسی و همراهانش با واکنش‌های بسیاری همراه شد و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دستمایه طنز قرار دادند و چند ساعت پس از انتشار این خبر، خبرگزاری ایسنا هم در اطلاعیه‌ای به نقل از مرکز ارتباطات رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، ادعای این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران را تکذیب کرد و آن را مخدوش و از اعتبار ساقط دانست. در این اطلاعیه آمده است آنچه در خبر ادعایی فارس در خصوص حضور دو نفر در هلیکوپتر برخلاف پروتکل‌های امنیتی آمده و از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط هلیکوپتر که قدرت کشش کافی برای تنظیم ارتفاع پروازی نداشته یاد شده از اساس کذب است. علی نادری مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با انتشار پستی در شبکه ایکس به خبرگزاری فارس واکنش نشان داد و مدعی شد که هدف انتشار این گزارش که با گزارش رسمی مغایر است، بازی با اعتماد مردم پس از رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت 14 است. مدیرعامل ایرنا در ادامه نوشت که ظرفیت هلیکوپتر حامل رئیسی 12 نفر بود، حالانکه فقط 8 نفر سوار آن شده بودند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همزمان به گزارش خبرگزاری فارس و خودروهای بیکیفیت داخلی کنایه زدند و نوشتند با 200 کیلو بار اضافی حتی برای پراید هم اتفاقی نمی‌افتد، چه برسد به هلیکوپتر حامل رئیسی که از نوع آمریکایی بود. به تازگی ویدئویی از مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده که مربوط به روزهای نخست پس از سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی است. پزشکیان در این ویدئو به صراحت می‌گوید که سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی غیر قابل قبول است و این سوال را مطرح می‌کند که چرا 18 ساعت پس از سقوط هلیکوپتر او را در کوه پیدا می‌کنند. هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری منصوب به علی خامنه‌ای روز 30 اردیبهشت در جنگل‌های ارسواران استان آذربایجان شرقی سقوط کرد. انتشار اطلاعات متناقض درباره علت سقوط این هلیکوپتر و سرنوشت سرنشینان آن از همان ساعت نخست آغاز شد، به طوری که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و وزیر وقت کشور ادعای فرود سخت رئیس جمهوری و همراهانش را مطرح کردند. اکنون نیز با وجود گذشت 3 از این موضوع و با وجود ابهام‌ها و سؤال‌های متعدد، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی درباره علت سقوط این هلیکوپتر تفره می‌روند و می‌کوشند موضوع را مسکوت نگه دارند. به رغم خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات شفاف درباره علت سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع با گذشت 3 همچنان داغ است. نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفت پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل با حداکثر غافلگیری انجام می شود. به گزارش ایرنا، سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت پاسخ ایران در زمان، شرایط و به گونه‌ای خواهد بود که اسرائیل کمترین احتمال را برای آن قائل است. او افزود شاید هنگامی که چشمانشان به آسمان و صفحه رادار است، از زمین متحیر شوند و شاید هم ترکیبی از این دو باشد. در ادامه آمده است که این پاسخ باید با دقت تنظیم شود تا از هر تأثیر نامطلوبی بر آتش‌بس احتمالی در غزه میان گروه حماس و اسرائیل اجتناب شود. بیش از 2 از کشته شدن هنیه در تهران می گذرد.
جمهوری اسلامی که اسرائیل را عامل این عملیات می‌داند گفته است که پاسخی سخت به آن خواهد داد، اما تا به حال این پاسخ داده نشده است. آمریکا که همواره پشتیبانی خود از اسرائیل در دفاع از این کشور علیه تهدیدات جمهوری اسلامی را اعلام کرده، در مقابله با هر گونه حمله احتمالی ایران حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کرده و اسرائیل نیز گفته است که به چنین حمله‌ای پاسخ جدی خواهد داد. یک مقام ارشد مصری در گفتگو با مقامات آمریکایی اعلام کرده است که یکی از شروط اصلی دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و بازگشت گروگان‌های اسرائیلی اصرار یحیی سنوار بر تضمین امنیت و حفظ جانش است. بر اساس گزارش سایت واینت وابسته به روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرانوت، این شرط به معنای تعهد اسرائیل به خودداری از ترور رهبر حماس پس از امضای توافق است. این مقام مصری که نامش فاش نشده تاکید کرده که سنوار پیام‌های خود را به صورت کوتاه و صریح ارسال می‌کند و می‌داند که این پیام‌ها از میانجی‌های فلسطینی، آمریکایی و مصری عبور خواهد کرد تا به مقامات ارشد اسرائیلی برسد. بر اساس این گزارش پس از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن با رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی، نوعی بدبینی میان مقامات مصری به وجود آمده است. در همین حال مقامات آگاه مصری اعلام کردند که آنتونی بلینکن به السیسی و وزیر خارجه او پیام داده است که این دوره از مذاکرات ممکن است آخرین فرصت برای تعامل غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس باشد. بلینکن بر ضرورت دستیابی به توافقی سریع تاکید کرده و خواستار آن شده که مصر و قطر حماس و اسرائیل را به پذیرش پیشنهاد آمریکا بدون افزودن پیچیدگی‌های بیشتر متقاعد کنند. مصر با مشکلات از سرگیری مذاکرات آشناست، به ویژه پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران و جایگزینی سنوار به جای او. این گزارش اضافه می‌کند که حماس با مشکل هیئت مذاکره کننده روبروست و از ارسال نمایندگی به قاهره در کنار هیئت اسرائیلی خودداری کرده است. در همین حال مصر بر مخالفت خود با هر گونه پیشنهاد حضور اسرائیل در طول گذرگاه فیلادلفیا تاکید کرده است. این مسئله همچنان بدون راه حل باقی مانده و جدیدترین پیشنهاد میانجیگران ایجاد تأسیسات نظارتی زیرزمینی در طول این مرز و ساخت یک مانع آهنی توسط مصر برای جلوگیری از قاچاق کالا و اسلحه بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت آتش بس در غزه تاکید کرد. طبق اعلام کاخ سفید، بایدن در این گفتگو بر لزوم رسیدن به یک توافق برای آزادی گروگان‌ها از اسارت گروه تروریستی حماس نیز پافشاری کرد. کامالا هریس معاون بایدن و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر سال جاری نیز در تماس با نتانیاهو حضور داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در راستای نهایت تلاش خود برای کسب توافق میان اسرائیل و حماس در روزهای گذشته در اسرائیل گفتگوهای انجام داد و سپس به مصر و قطر سفر کرد. این دو کشور در تلاش‌های میانجیگرانه مشترک با ایالات متحده در گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس شرکت دارند. کاخ سفید اعلام کرد بایدن در تماس خود با نتانیاهو در مورد مذاکرات پیش رو در قاهره که هدف آن توقف جنگ در غزه و بسترسازی آزادی گروگان‌ها و همچنین ضرورت برداشتن موانع این مذاکرات است صحبت کرد. بایدن و نتانیاهو همچنین در مورد تلاش‌های پیگیر ایالات متحده در حمایت از دفاع از اسرائیل علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها تبادل نظر کردند. آمریکا به این منظور حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش داده است که به عقیده بسیاری از ناظران اثری بازدارنده در پاسخ انتقام‌جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران داشته است. پیش از اعلام مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا قرار است در مورد
چند و چون حضور نظامی اسرائیل در نوار غزه با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کند. جنگ غزه پس از حمله بزرگ حماس در 7 اکتبر سال گذشته به خاک اسرائیل آغاز شد. اسرائیل نیز در پاسخی تلافی جویانه و در تلاش برای آزادی ده‌ها گروگانی که حماس آنها را ربوده بود به نوار غزه حمله کرد.